شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZNTV. دوم آگوست سال 1743 ترسایی، نادرشاه رئیس انتخابی کشور ایران در جریان جنگ با عثمانی در بین النهرین یا عراق امروزی دستور حمله به کرکوک کردنشین و آزاد کردن آن از دست دولت استانبول را صادر کرد و دو روز بعد توپخانه ارتش ایران مواضع نظامیان آن دولت یعنی عساکر عثمانی در کرکوک را گلوله باران کرد. در طول این جنگ ها نادر در همین سال بغداد و بصره را هم متصرف شد. مردم سلیمانی مرکب از کرد و ترکمان تا زمان اهدای آن از سوی شاه مغول تبار قاجار به عثمانی همچنان به ایران وفادار بودند. دولت عثمانی به پایتختی استانبول که خود را خلیفه مسلمین اعلام کرده بود و جانشین خلفای دمشق و بغداد، اواخر کار صفویه که دولت اصفهان عمدتاً بر اثر فساد اداری ناشی از افتادن امور دربار شاهان این دودمان به دست گرجیان و انتصابات نادرست رو به ضعف نهاده بود، با اخراج حکام وابسته به ایران در بین النهرین بسیاری از مناطق عراق امروز را متصرف شده بود و لشکرکشی نادرشاه به آن منطقه برای پس گرفتن آن اراضی و شهرها بود. پیشتر هم شاه طهماسب و اول بغداد را به عثمانی واگذار کرده بود که شاه عباس یکم آن را پس گرفته بود. درگیری ایرانیان با هر قدرت وقت بر سر بین النهرین از زمان بپاخیزی ایرانیان برای کسب استقلال و حاکمیت ملی یعنی دو قرن پس از سلطه عرب آغاز شده بود. بین النهرین قرنها یک ایالت ایران بود و پایتخت ایران در آن ایالت قرار داشت که آثار آن نیست باقی است.